یو یو یو، سلام سلاتین، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدیم به پیج من. امروز میخوایم در مورد دیابت صحبت کنیم، ولی نه اینکه دیابت چه علائمی داره، دیابت رو چجوری تشخیص میدن، دیابت چی هست، دیابت با شما چی کار میکنه، چه داروهایی باید مصرف کنین و از اینجور چیزایی که همه جا پره و ما راجبش صحبت نمی کنیم. چرا؟ چون همه جا پره و اینو بدونین که شما اصلا نباید برای درمان دیابتتون، برای علائم دیابتتون و از این جور چیزا توی اینترنت سرچ کنین. شما یه پزشک دارین که هر مسئله‌ای در مورد دیابت دارین باید با ایشون در میون بذارین، نه اینکه بری توی اینترنت دنبال درمان‌های گیاهی بگردی. اگه به درمان گیاهی هم اعتقاد داری باید بری پیش یک طب سنتی، پیش یک متخصص طب سنتی. اگه راجع به دیابتت سوال داری باید بری پیش یک متخصص قدرت، نه بیای از منی که حالا مثلا دکترم توی پیجم سوال کنی، چون هر مریض با هر مریضی فرق داره. ما می‌خوایم امروز در مورد این صحبت کنیم که دیابت بده یا خوبه، که دیابت میتونه دنیای شما رو چه شکلی کنه، دیابت میتونه با شما چی کار کنه، میتونه از شما چه آدمی بسازه و از این جور مسائل. حالا بیایم از این شروع کنیم که آقا دیابت بده یا خوبه. براتون یه مثال میزنم. میایم به شما میگن که آقا شما اگه یه نخ سیگار بکشی میمیری. حالا یکی میاد به این به چش یه مشکل نگاه میکنه، هر روز پیش خودش میگه وای من اگه یه نخ سیگار بکشم میمیرم و هر روز داره به اون سیگار فکر میکنه. یکی پیش خودش میگه چقدر خوب، من دیگه سیگار نمیکشم. دیابت میاد با شما حرف میزنه، دیابت میتونه رفیق شما باشه، دیابت میگه من اومدم تو خونت که درد و بلاها بره، من اومدم تو خونت که قند از خونت بره، من اومدم تو خونت که چربی ها از خونت بره، من اومدم تو خونت که دیگه تو سیگار نکشی، من اومدم تو خونت که دیگه سر جات نشینی پاشی ورزش کنی، من اومدم تو خونت که دیگه تو استرس نداشته باشی، من اومدم تو خونت که دیگه تو هر سال بری چکاپ، من اومدم تو خونت که تو پاشی از این به بعد بری پیش دکتر. فهمیدی؟ دیابت یک مشکل نیست، دیابت یک بیماری نیست، دیابت یک چالشه. دیابت اومده که شما رو تغییر بده، دیابت اومده که تو رو اصلاح کنه، دیابت اومده که تو رو از روی صندلی بلند کنه، دیابت اومده که تو رو بفهمونه بابا این چربیا رو نریز توی غذا، اینقدر غذا چرب نباشه، دیابت اومده که به تو بگه لایف استایل تو اصلاح کن، دیابت اومده که به تو بگه سبک زندگی تو درست کن، دیابت اومده که به تو بگه دیگه سیگار نکش. دیابت خیلی به فکر توه، دیابت مثل دوستته، باید بهش گوش کنی، ولی اگه گوش نکنی از اون طرف به فاک سگ میری. امیدوارم اینو درک کنی، امیدوارم اینو بفهمی که بابا درسته که مریضی، اما از اون مریضی ها نیست که تو نتونی باش کنار بیای. اگه باش کنار بیای میتونی پیش خودت بعد از چند وقت بگی ساچ واو، ساچ واو، ساچ واو. میتونی بعد از یک ماه یا یک سال به خودت یک لایک نشون بدی، بعد از یک سال جلوی آینه وایستی و ببینی که چقدر خوب شدی، چه پوست صافی داری، چه غذای خوبی داری میخوری. پیش خودت بگی وای من از بچگی ورزش نمیکردم، از موقعی که دیابت اومده دارم هر روز میرم باشگاه. دیابت اصلا رفیق بدی نیست، دیابت سرطان نیست، دیابت اومده به تو بگی که دیگه بس، جمع کن، ریدی تو زندگیت، از این به بعد من اومدم، نرین، چفت کن، چفت، چفت. فهمیدی؟ اگه تو دیابت داشته باشی و بخوای باش کنار نیای اذیتت میکنه. هممون میدونیم که هر مریضی که میاد وارد زندگیت میشه به تو یک پی، به تو داره یک راهی رو نشون میده، میگه آقا من اومدم که تو از این راه بری و هیچ کدومش راه بدی نیست. میدونی تو اگه چربی خون داری اومده این چربی خون به تو بگه که آقا از این به بعد غذا تو چرب نخور، نه اومده به تو بگه که ریدی. شاید هم بگه ریدی ها، ولی خب میگه اوکی ریدی، ولی خب
درستش میکنی، ریدی، ولی خب درستش میکنی. برای همین یه فرد دیابتی میتونه سرشار از استرس باشه و میتونه سرشار از آرامش باشه. برای شمایی که دیابتی هستی و داری این پست رو نگاه میکنی، یه لایک بزن رو اون صفحه، چون این شستت هرچی بیشتر تکون بخوره بهتره. و برای شمایی که دیابتی نیستی، بدون که هر مریضی که داری برای اینه که تو رو اصلاح کنه. نگاه، بعضی مریضی ها مثل این که تو سرما میخوری، آره یه چیزیه که میره، ولی دیابت نه. دیابت یک آدم دیگه ای از تو قراره بسازه، قراره به تو بگه من هستم، حالا میخوای به حرفم گوش کن، با هم دیگه بریم به جایی که تو قبلا فکرشو نمی کردی، یا بیا به حرف من گوش نکن و برو به کاف. کافو برعکس کنی چی میشه؟ اوه میشه پاک. اوکی، پس اصلاح کنیم خودمونو، اصلاح کنیم خودمونو. وقتی دیابت میاد به تو میگه نوشابه نخور، خب تو هر کی بهت بگه نوشابه نخور گوش نمیدی، ولی وقتی دیابت میاد به تو میگه نوشابه نخور تو گوش میدی. دیابت میاد که به تو بگه سیگار نکش، وقتی دیابت هست تو گوش میدی، چون میدونی که اگه گوش ندی میریزتت به هم. و کلن توی دنیا کاش ما آدم ها به همه چیز اینجوری نگاه کنیم، به مشکلات به چشم چالش نگاه کنیم، به مشکلات به چشم یک بازی نگاه کنیم. تو این بازی یه سری قوانین داره که نوشته شده است، که ثابت شده است، نه اینکه تو بخوای بر اساس حدسیات بازی کنی. میاد به تو پروتکل میده، میاد به تو میگه آقا 1 2 3 4 5 اینا رو برات میمیسه که تو رعایت کنی، که تو آدم شی، که تو بهتر شی، که تو پرفکت شی، که تو هر روز یه روز گیاهی بخوری. خب چی بهتر از این؟ من خودم میگم، من ریدم، البته نه دارم علکی میگم که شما رو یکم آروم کنم، من نریدم، من خدایش خیلی به فکر خودمم. یعنی وقتی میدونم یه چیز بده سعی میکنم کمش کنم، یعنی این نوشیدنی هایی که افزودنی داره، این قند و شیرین کنند های مصنوعی، فست فود، بابا اینا رو نباید خورد. و تا موقعی که یه آدم مریض نشه اینو نمیفهمه. و جالبه، تو اگه دیابت بگیری و به حرفش گوش ندی دیگه واویلا، قلبتو اذیت میکنه، کلیاتو اذیت میکنه، اندامتو بیحس میکنه، چشاتو اذیت میکنه، دهنتو خشک میکنه، همه جا. نگاه شما ببین چند تا اندام داری، از نوک پا تا فرق سرتو اذیت میکنه، حتی میل جنسی تو که واجب ترین چیزه برای هر انسان. اصلا انسان زنده است به اینکه بکنه و کرده شه، یعنی این نظر قلبی من، انسان زنده است برای این. و حتی دیابت میتونه اونو هم اذیت کنه. برای همین زیاد کشش ندیم، اینو واسه بذارم اینجا، زیاد کشش ندیم، حواستون باشه به خودتون. دیابت یک مریضی نیست، دیابت یک چالشه. بازی کن باش، تو دستت بگیرش، تو مشتت بگیرش، ببین بعد از یه سال که جلوی آینه وای میستی چه حس خوبی نسبت به خودت داری، چقدر احساس خوب بودن داری، چقدر احساس سالم بودن میکنی. داری هر 6 ماه میری چکاپ میدی، آدم سالمش این کارو نمیکنه، ولی تو داری این کارو میکنی. امیدوارم همیشه سالم باشیم. حتما تجربیات خودتون رو اگه دیابت دارین برای ما بگین، اگه دیابت باعث شده شما به راه‌های بهتری کشیده بشین حتما با ما در میون بذارین، چون این کامنت ها خونده میشه،
البته اگه خونده بشه و ممکنه بعضی از تجربیات خوب شما استفاده کنن. دکتر سنا عاشقتونه و از خدای بزرگ میخوام که این پست ترند بشه، این پست ویو بخوره. خدای عزت میخوام تو رو خدا به صورت ما شیر نمال. عاشقتونم خیلی. همیشه حواستون به خودتون باشه و همیشه مواظب خودتون باشی و تا دیدار دیگر بدرود.